در جهان سه اسرار بزرگ موجود است. پیرامیده ها رو کی ساخته است؟ آیا آدمی برفی وجود دارد؟ و معیار انداز در تاجیکستان چگونه تغییر یافته است؟ معلومات به طور مختصر درباره آنی که ما طبق کدکس نوی انداز با کدام معیارها اندازها را پرداخت نماییم. معیارهای انداز از درآمد شخصی واقعی 12% ما از همین قدر انداز از مزد محنت جای کاری دائمی شما نگاه داشته می شود. اگر شما شهروند دیگر کشوری دو در تاجیکستان کمتر از 6 ماه فعالیت کرده باشید، آنگاه شما همچون غیر رزیدنت در حجم 20% انداز پرداخت می نمایید. اگر شما در یک چند جای کار کنید یا منبع درآمد دیگر داشته باشید، مثلا اجاره منزل استقامتی و یا وسیطه نقلیاتی، پس معیاری انداز از آن 15% را در بر می گیرد. معیارهای اندازه اجتماعی که به ما همچون اندازه فسز این شناس است و چه خیلی که به ما محاسبانمان همین گونه نام میبرند، این نمادی انداز را به جای شما کارفرمایان پرداخت میکنند. برای کارمندان مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری شونده 25% انداز از مزد مهنت را به بودجه پرداخت مینمایند. برای دیگر تشکیلات های غیر بودجتی 20% مزد مهنت پرداخت می شود. معیارهای پرداختی انداز به فوند نفقه برای کارمندان مؤسسه بودجتی 1%، برای کارمندان دیگر مؤسسه ها 2%. نگفته نماند که این نمادی انداز ها را همچون انداز از درآمد کارمند پرداخت می نماید، نه کارفرما. شخصان حقوقی نیز انداز از درآمد را پرداخت می نمایند. پیشتر آن را انداز از فایده می نامیدند. هر یک کاتگوری معیارهای خود را دارد. 13% برای استحصال محصولات مقرر کرده شده است. 20% برای فعالیت تشکیلات های قرضی مالیوی و شرکت های مبیلی. برای دیگر نمادهای تجارت معیار انداز 18% مقرر کرده شده است. اگر شما تجارت خود را داشته باشید و درآمد عمومی شما در دوام 12 ماه فعالیت از 1 میلیون سومانی کم باشد، آنگاه شما انداز سپارنده طبق نظام ساده کرده شده می باشد. یا 6% از درآمد عمومیتان و یا 18% درآمد طرح خراجات. برای استحصال کنندگان باشد این معیار 13% را تشکیل می دهد. اگر شما تجارت میانه و کلان داشته باشید، شما انداز از ارزش اضافه شده می سپارید. معیار میانه انداز ارزش اضافه شده 15% می باشد. برای اجرای کارهای ساختمانی، خدمت رسانی مهمانخانوی و خدمت رسانی خوراکی عمومی آن کمتر است، همگی 7%. برای فعالیت کشاورزی، خدمت رسانی های تعلیمی و طبی باز هم کمتر 5% پیش بینی شده است.